دوستان و مهمانان عزیز و همبزمان در این روز مبارک. عید است و موسم گل و یاران در انتظار، ساقی به روی شاه ببین ماه و می بیار. دل برگرفته بودم از ایام گل، ولی کاری بکرد همت پاکان روزدار. می خور به شعر بنده که زیبی دگر، دهد جام مرصح تو بدین در شاهوار. خوش دولتیست خرم و خوش خسروی کریم، یارب ز چشم زخم زمانش نگاه دار. عید همه تون مبارک باشه. از صاحب خانه هم که سبب ساز این اجتماع بسیار نیکو و دوستانه هستند، نهایت سپاس رو میگذاریم. به درگاه خداوند هم شکرگزاری میکنیم که تندرستیم و میتوانیم در کنار یکدیگر بنشینیم، از گفتگوهای صمیمانه لذت ببریم، از هم بیاموزیم و روزی رو در کمال سلامت بدون گناه، بدون نافرمانی سپری کنیم و بر ذخیره نیکی های خود انشاءالله بیفزاییم. البته تقدم با دوستان، خصوصا جوانان است که اگر نکته ویژه‌ای در خاطر دارند با من در میان بگذارند تا درباره سخن بگم. اما پیش از این که اون سوالات در برسد، بر سبیل مقدمه نکته‌ای رو در باب عید و فطر و روزه و طاعت و پاداش عرض می‌کنم تا بعد دوستان هم نکته های خودشون رو مطرح کنند. من بارها گفتم که عید کردن یکی از جنبه های هویتی هر قوم است. ما عید نوروز داریم که عید ملی ماست و در عید نوروز ما همه به یکدیگر یادآوری میکنیم و به یاد خود میآوریم که ما متعلق به یک جمع ویژه‌ای هستیم، متعلق به یک تاریخ ویژه‌ای هستیم و این تاریخ ویژه در دل خود ایده‌ها دارد، عزاها دارد، مناسبت‌ها دارد، داستان‌ها دارد، اسطوره‌ها دارد و غیره و غیره، و از این طریق احساس نزدیکی و یگانگی و همبستگی بیشتری با هم می‌کنیم. به همین سبب همین ایده‌ها چنانند که باید بزرگ داشته شوند، همه در آن شرکت کنند و هرچه بیشتر علنی و پابلیکتر باشه و هرچه بیشتر به آگاهی یکدیگر برسد و نسل اندر نسل تداوم پیدا کند و نسل‌های مختلف این رو به منزله میراثی برای آیندگان باقی بگذارند. ایده‌های مذهبی هم همینطورند. اونها هم جنبه‌های هویتی قوی دارند و پابلیکند، برای همه اهل دیانتند و نقش خیلی عظیمی در همبستگی و در تداوم تاریخی یک نسل و یک قوم دارند. کریسمس رو شما نگاه کنید که گرچه یک مناسبت دینی است، اما به هر حال دیگه تبدیل به یک مناسبت ملی هم شده و چنان است که همه کسانی که در مغرب زمین زندگی می کنند اون روز رو عید می گیرند و به تعطیلی می روند و حساب ویژه‌ای برای او باز می کنند. ما در اسلام دو تا عید مهم داریم، یکی عید قربان است و یکی هم عید فطر است. البته شیعیان عید قدیر رو هم بران افزودند، منتها اون عید ویژگی تشیعی دارد و به دلیل اعتقاداتی که شیعیان دارند که در اون روز امام علی به امامت منصوب شد، اون رو عید بزرگی می شمارند. اما از او که بگذریم، دو عید بزرگ اسلامی داریم که فطر و قربان باشند. عید فطر پایان ماه روزه است و همچنان که از نامش هم برمیاد فطر است. فطر یعنی انفطار، یعنی انکشاف، یعنی گشوده شدن، یعنی شکوفا شدن. فطر
در عربی به معنای قارچه، قارچه که زمین رو میشکافت و از زمین بیرون میاد. روح آدمی وقتی شکفته میشود مثل یک خاکی حاصل خیز میشود، سبزه بر روی او میروید، گل بیرون میآید، اون عید فطر است. و این عید فطر دقیقاً به دنبال ماه روزه است، به خاطر اینکه آدمی در طول این ماه زمین روح خودش رو شخم زده و علفهای هرزه رو کنده و خاک رو آماده رویش و باروری کرده و جانوران و اون حشرات زائد رو هم به دور ریخته و لذا کاملا آماده گرفتن فیض الهی است و دیدن نورها و افقهایی که قبلا یا نمیدید یا در تاریکی میدید. چشم درون آدمی باز میشود، گوشش باز میشود، آماده شنیدن صداهای تازه، دیدن منظرهای تازه می شود. و وقتی چنین شد، عید حادث شده است. هر وقت آدمی چنین بشود، عید او حادث و قائم شده است، منتها استعداد و احتمال وقوع چنین عیدی پس از ماه روزه بسیار است. عید دوم هم عید قربان است، چنان که می دانید وقتی است که حاجی ها حاجی می شوند، یعنی با قربانی کردن، با هدیه‌ای به درگاه خداوند بردن و با کاری کردن که نماد از جان گذشتگی و از خود گذشتگی است، میگویند که ما وارد مرحله تازه‌ای از زندگی شدیم، بیعت مجددی با خدای این جهان کردیم، تحولی در روح خود و وجود خود به وجود آوردیم و آماده نحوه تازه‌ای از زندگی شده ایم. اون روزم روز عید قربان است. قربان لغتاً به معنای نزدیک شدن است. قربانی کردن یعنی کاری بکنیم که نزدیک بشویم، یعنی تقرب پیدا بکنیم. و الا خود گوسفند و اونها اسمشون قربانی نیست. اون عمل قربانی کردن است و اون عمل قربانی کردن یعنی عمل تقرب جستن. و از طریق هدیه‌ای به درگاه خداوند بردن، آدمی این تقرب خود رو آشکار می‌کند. این نماز و روزه و حج و جهاد هم گواهی دادن است از اعتقاد. معنی تکبیر این است: ای امیم که ای خدا، ما پیش تو قربان شدیم. وقت ذبح الله اکبر می‌کنی، همچنین در ذبح نفس کشتنی. مولانا می‌گوید که ما وقتی که نماز می‌خوانیم و الله اکبر می‌گیم، دقیقاً یک صحنه قربانی کردن رو اونجا بازی میکنیم. وقتی که گوسفندی رو برای قربانی میبرن، باید نام خدا رو بیارند هنگام قربانی. بسم الله بگن، الله اکبر بگن. میگه هنگامی که الله اکبر میگی و نمازت رو آغاز میکنی، گویی که نفس خودت رو نهاده‌ای و داری قربانی میکنی. و برای قربانی کردن او و تقرب جستن به خداوند، نام خدا رو هم میبری. این گواهی دادن است از اعتقاد. در قربانی کردن هم و عید قربان هم چنین اتفاقی می افتد، یعنی چنین درسی رو از اون حادثه و از اون روز باید گرفت. بقیهش دیگه صورت است و عمل ظاهری است که اگر این معانی رو در اون نبینیم و نخوانیم، اعمال کاملا متعارف و عادی یا حتی اعمال بی‌معنایی جلوه خواهد کرد. به همین دلیل هم خب عید قربان در حقیقت مهمترین عید اسلامی است، برای اینکه نمادی است از خودگذشتگی که گوهر هر دینی رو تشکیل میدهد. یعنی یک آدم خودخواه نمیتونه آدم خداپرست باشه. آدم خودپرست خداپرست نمیشه. خدا بینی از خیشتن بین مجو. این دوتا کاملا در تعارض با هم. لذا وقتی که شما خودپرستی رو رها میکنید و زیر پا میگذارید، به خداپرستی نزدیک میشه. گفتن که از یکی از عارفان پرسیدن که راه رسیدن به خدا چیه؟ گفت دو قدم. یک قدم روی خودت بذار، یک قدم هم به طرف خدا. یک عارف دیگری شنید، گفت راهو دور کرده، همون قدم اوله، همون که رو خودت گذاشتی، همون به خدا رسید. بنابراین یک چنین تعارضی است و بنابراین آدم خودخواه نه عاشق میتونه بشه اونطوری که عارفان ما گفتن، چون عشق هم
از خودگذشتگی میخواد. آدم خودخواه نمیتونه عاشق بشه و خداپرست هم نمیتونه بشه، چون خداپرستی هم لازمه‌اش این استش که آدمی بتونه از خودش بگذره، یعنی خودش رو نپرستد و بتواند این وجود خودش رو از آن کس دیگری بداند که به او بخشیده است و در مورد لازم هم اون رو بازگرداند و آماده باشد که این عطیه رو به صاحب عطا برگرداند. لذا عید قربان عیدیست که در واقع در صدر همه اعیاد می نشیند و بارها برای شما گفتم نزد مولوی مهمترین عید، عید قربان است و برای اینکه به معنای واقعی در او عید وجود دارد. یک کسی گویی می میرد و دوباره زنده می شود، یک کسی گویی فنا می شود و دوباره بقا پیدا می کند، یک کسی جامه های کهنه رو دور می ریزه و دوباره جامه های نو می پوشد، وجود کهنه فرسوده پیشین رو ترک می کنه، پشت سر می گذاره، یک وجود شستشو شده طاهر تحول یافته ای رو از نو به دست می آورد و آغاز به زندگی جدید می کند. ما با خود ماست که ما این عید قربان رو تجربه بکنیم یا نکنیم، در خودمون پدید بیاوریم یا نیاوریم. عید فطر هم البته از اعیاد مهم است. یکی از نکات مهمی که باز مولانا به ما یادآوری میکند این است که در این اعیاد ما مهمان خداوندیم. خداوند، ما همیشه مهمانشیم البته، به هر حال بارها گفتم براتون جمله مهمانن در عالم، ولی کم کسی داند که او مهمان کیست. جمله حیرانند و سرگردان عشق، ای عجب این عشق سرگردان کیست. بالاخره این جهان یه صاحبی داره، صاحب خانه داره، میزبانی داره، ما رو هم به مهمانی دعوت کرده و همیشه ما مهمانیم و بر سر سفره او هستیم. اما روزهای عید یک بار عام ویژه است، یعنی مهمانی خاصیه که بعضی ها که از قبل آمادگی های ویژه پیدا کردن بر سر سفره ضیافت حضرت باری حاضر می شوند و بعد به اونها طعام های ویژه می دهند، شراب های ویژه می دهند، خوراک های خاص می دهند، اونچنان که پیش مهمان های ویژه می نهند، گست آف آنر. ما امروز گست آف آنریم در درگاه خداوند و در دربار او و انشالله که به ما خوراک ها و طعام ها و شراب های بهشتی ویژه بنوشاند و این طعام ها و شراب ها هم البته در درون ماست، از بیرون که ماشالله اینجا ما همه چیز ویژه‌ای خوردیم و از اون جهت نه گله داریم از خدا و نه از صاحب این خانه، ولی غیر از این ها هم یک طعام و شراب های هست که دیگه از صاحب خانه بر نمیاد، ولی ما دعا میکنیم که خداوند از اونها هم به صاحب خانه بنوشاند و همچنین به همه مهمان هایی که در اینجا حضور دارن تا وقتی که این مجلس رو و اینجا رو ترک میکنن مست از پذیرایی های شاهانه و خدایوار صاحب این عالم باشن و با خودشون یک وجود دیگری رو به منزل ببرند، عهد تازه‌ای با خداوند ببندند و از این پس وقتی که سر به سجده عبادت او می نهند حقیقتاً اذعان به میزبان بودن او، صاحب خانه بودن او بکنند و هر روزه و همه روزه و همه لحظه احساس کنند که میهمان کسی هستند که اگر ادب مهمانی رو به جا بیاورند بهترین ضیافت ها و پذیرایی ها از اونها خواهد شد و همیشه برای اونها عید خواهد. سنایی می گفت که عارفان هر دمی دو عید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنند، ما که از دست روح بود خوریم که این مقصود عنکبوت خوریم. وقتی شما مهمانی میرید غذاهای کهنه جلو شما نمیذارن، اگرم بذارن اون میزبان جفا کرده در حق شما، غذاهای تازه عالی که از بازار خریدن یا خودشون پختن بهترین ها رو میگوید که عارفان هر دمی دو عید کنند، در هر لحظه دو تا عید میکنند عارفان، یکی این که کهنه ها رو فرو میگذارن، یکی این که نو میپوشن. عنکبوتان مگس قدید کنند، عنکبوت های مگس رو میگیرن و در دام میندازن و میذارن کهنه بشه بعد میخورن، ما که از دست روح قوت خوریم که اینم مقصود عنکبوت خوریم. ما کهنه خار نیستیم،
نوپوشیم، نوخاریم. به هر لحظه برای ما ایده، هر دست لحظه میگیریم و میدیم. گرفتن یک ایده است، دادن یک ایده است. دیدید شما در این سماعهایی که صوفیان و درویش های چرخان و رقصان بر سر مزار مولانا میکنن، وقتی که میرقصن یک دستشون اینجوریه و یک دستشون اینجوریست، یعنی یکی کف به طرف آسمان، یکی کف به طرف زمینه. معناش اینه که با یه دست میگیرن، این دست گیرنده است، در این دست می، از این دست هم به دیگران میدهن. نمیشه که شما فقط بگیری، وقتی به شما دادن وقت شما هم باید به دیگران بدهی، و بلکه وقتی که دادی وقتش به شما بیشتر هم میدهند، یعنی وقتی جود ورزیدی با شما هم جود میورزند و کرم بیشتر میکنند. اینا همه معنای عیده. لذا در عید فقط نباید فکر کرد که ما میگیریم و خدا باید به ما هدیه بده، میده، ولی یه معنای دیگر عید اینه که شما باید هم بدی. اینجوری نیست که همش برای شما هدیه بیارن، یکی همی که شما هم باید بر دیگران هدیه ببرید. این دو معنا رو با هم باید تحصیل کرد. خب بله، ما البته اینجا آمدیم و خیلی هم خوب همش به ما دادند، خیلی هم عالی. این یه معنای ایده، یک بعد از اید کردنه. اما ما همیشه باید یادمون باشه که خب دادن کجا، اون جنبش رو هم باید به جا بیاوریم. این که گرفتی و این که به تو بخشیدند، این که هدیه دادند، تحفه آوردند، بسیار عالی. ولی خود شما برای کی تحفه خواهی بود؟ شما دست بخشندت کجاست؟ اون هم یک اید دیگر است، بلکه در واقع اید با اون بخشیدن است، نه با گرفتن. اصل اید در اونجاست. هر وقت شما موفق شدید که بتوانید ببخشید، بدهید، از خودتون بکنید، جدا کنید، در اختیار دیگری بگذارید، خودتون رو رها کنید، تعلقاتتون رو سبکتر بکنید، ایدتون اونجاست. اما اگر هی بگیرید و بگیرید و به خودتون آویزون کنید و خودتون رو سنگینتر و سنگینتر بکنید و همون چهار قدمی هم که میتوانستید بدوید ندوید و سنگین بشوید، این اید نیست در واقع. لذا به آوردن هدایا نباید غره شد، نباید مغرور شد، نباید فکر کرد که اید در اون خلاصه میشود. اون نیکوست، اون علامت است، اون نشانه دوستی کسی است که با شما دوستی میورزد. ولی اون که بعد مهمتر و عظیمتر و گرانبهاتر اید است، این است که شما برای دیگری ایدی فراهم کنید و بسازید، این اید رو به دیگران هم هدیه کنید. مجموع این هاست اون چه که ما از اید میآموزیم. در قربانی هم همینطوره، کسی برای شما قربانی میکنه، شما باید برای یکی دیگه قربانی بکنید. اینا باید همینطور سلسله وار به دنبال یکدیگر بیان تا اینکه این سلوک معنوی تداوم حقیقی پیدا بکنه و از درون او حقیقتاً یک بهره‌های بزرگ روحی و اجتماعی حاصل بشه. اینطوری میشه که اون وقت اجتماعات ما معنادار میشه، فقط در خوردن و یا در تعریف قصه های معمولی و مکرر کردن خلاصه نمی شود. از درون اونها یه حقیقت والایی بیرون میاد و به کار همه ما میاد و بهره می رساند. امیدوارم که به هر حال این ایده ها این چنین باشه. شرطش هم اینه که آدم هر جا میره اول باید با خودش بگه که من اینجا برای چی میرم؟ میرم که چی گیرم بیاد، میرم که چه فایده ای بگیرم، چه فایده ای برسانم. نه اینکه همینطوری بگه خب میریم همطوری علالا بخیر چی میشه، همینطوری تا ببینیم چی پیش میاد. آدم وقتی دنبال پیدا کردن چیزی باشه پیدا میکنه. بلکه توی مجلس من یه دوست خوبی پیدا کردم، بلکه یه دوتا کلمه حرف خوبی به گوش من رسید، بلکه کسی یه نکته گفت، یک تنبهی برای من حاصل شد، یه راهی رو در پیش من گشود. و همچنین و همچنین وقتی که آدم اینطوری بره جلو، اون وقت پیدا هم میکنه، یعنی میبینه عجب فلانی یه نکته گفت، مثل اینکه سالها دنبالش بوده و این الان درست یک مرهمی است بر زخمی که داشته و دنبال درمانش بوده، یا بهره های دیگر. در غیر این صورت روز شب میشه، شب روز میشه، ساعت میگذره و آدم سر جای پیشینش ایستاده و نشسته و پیشرفتی، تکاملی و ترقی
برای او حاصل نمیشه و رفته رفته هم عادت به روزمرگی میکنه و عمرم که خواه ناخواه میگذره، زمان سپری میشه و برای آدمی افسوس و حسرت خدای نکرده باقی میماند که در افتار بعضی از عارفان هست که بزرگترین عذاب آدمیان روز قیامت چیه؟ چون گفتن، بعضی گفتن آتشه، بعضی گفتن اینه، اونو گفته بود بزرگترین عذابشون حسرته. حسرت میخورند که ما چه فرصتهایی داشتیم و سوزاندیم و از دست دادیم. حسرت میخورند وقتی میبینند کسانی رو که فرصتاشون رو به خوبی مصرف کردن، به خوبی مورد استفاده قرار دادن، هر لحظش رو برنامه ریزی کردن، حساب کردن و مورد بهره برداری قرار دادن. این حسرت واقعا کشنده است، یعنی حقیقتا حالا هرچه باشه بدترین عذاب، ولی عذاب است، عذاب بسیار سختی است که آدمی ببیند که وقت گذشته و فرصتی دیگه باقی نمانده و میتوانست و دیگه امروزه نمیتواند. یکی از عارفان گفته بود که در یکی از شهرهای عراق میرفتم، دیدم که مرده ای رو میبرن، جنازه میبرن، و این عارف چون چشم و گوش باطنش باز بود میگفت دیدم که این جنازه رو که میبرن روی دست مردم، این مرده گویی که نشسته روی تابوت و با خودش دو بیت شعر میخونه و اون شعر این بود: سالها جام جم به دست تو بود، تو که نشناختی کسی چه کند، برده بودی یا دعوت آمده بود، تو که بدباختی کسی چه کنن. داو یعنی وقتی که آدم آغاز به قمار میکنه، داو طلب شنیدید دیگه، داو میزنه یعنی یه بید میزنه به اصطلاح اینجا. گفت که سالها جام جم به دست تو بود، تو که نشناختی کسی چه کند، برده بودی یا دعوت آمده بود، نوبت بردن تو آمده بود، تو که بدباختی کسی چه کند. از فرط حسرت این میشنید که این شخص با خودش این شعر رو میخونه و به دست توهی خودش نگاه میکنه و احساس میکند که راه بازگشتی هم نیست و پیش روی تاریک و کویر که باید برای ابد در اونجا زندگی بکند، در حالی که خب این جهان مزرعه آخرت است، میشه کاشت و خداوند هم یعطل کثیر بالقلیل، خداوند در ازای کار کم پاداش بسیار زیاد میدهد. یعنی دکان بقالی نیست که بگن مثلا یک قرون دادی به اندازه یک قرون به تو جنس میفروشیم، نه، همون یک ریال رو اگر شما بدید با خلوص نیت و با اخلاص برابر صدها میلیون ریال به شما کالا میدهن. اینا همش با همه. خلاصه این استش که آدمی در این دنیا که آمده هم شادی میکنه، باید بکنه، هم لذت میبره، هم تفریح میکنه، هم با دوستان مینشینه، اما نباید غفلت بکند که ورای همه اینها یک معنای وجود داره و اگر از اون معنا غافل باشه اون وقت دستش تهی میمانه. امروز از اون روزهاست و عید هم بود و خوشحالیم و من علائمی رو در این جمع میبینم و در خودم که نشان میدهد که به حمدالله اوقات متبرک و مبارکی است و دلها انشالله آمادگی داره برای اینکه عهد تازه‌ای با خداوند ببندد. مقدمه من تمام شد، چون که از سخنان پیشین ما گویا بعضی از دوستان یعنی در اونها نکات مبهمی یافته بودند و قرار بود که از من سوالی بکنن، بنابراین the floor is open که شما سوالاتتون رو بکنید، اگر از جوانترها که خصوصا ظاهرا شوق بیشتری داشتن و سوالات بیشتر تو ذهن اونها جوشیده بود، علی ای حال در فرصتی که داریم میتونیم به اون بحث هم بپردازیم. بله بگید. صحبت دیشب دکتر، سوالی در ذهن بچه ها جوان ها بچه ها که نبود جوان ها ایجاد کرده که در واقع به این معنی
شما گفتین که دو نوع ما گناه داریم، گناه اخلاقی، گناه شرعی. حالا اگه کسی گناه شرعی رو انجام میده، این رو نیاد اعلام کنه و بعد دو تا تصور پیش اومده. یکی این که بعضیا فکر کردن که شما بیا دروغ بگو، مثلا شما روزه نداشتی، روزه نگرفتی، از این میپرسن روزه بودی، دروغی میگه نه من روزه بودم، در صورت روزه نگرفتم. این در واقع یه نوعی ریاکاریه. دو، این ترقی پیش اومده که در واقع شما تجاهر به کار بد نکن، یعنی ظاهر نکن کار بد رو. اگه بشه شما یه توضیح بدید که در واقع کدوم ها این هاست، توضیحات بیشتری بدین که مقدار موضوع برای همه ما، حالا جوان هم شاید اینو دوشن داشته. البته فرق زیادی نیست، همه جوانن تو این جلسه، بعضی جوانترند. ما بنابراین یه وقتی تبعیضی صورت نگرفته باشه و خدای نکرده تعریضی هم صورت نگرفته باشه و خداوند عمر همه رو بلند کناد، عمرهای با برکت و پرفایده. ببینید، من از یه آیه قرآن شروع میکنم. این درسته، من دیشب اشاره کردم که ما گناه شرعی داریم، گناه اخلاقی داریم، ولی هر دوتا فرق نمیکنه. آشکار کردن اینها نیکو نیست. یعنی اگر کسی مبتلا شد، که همه ما بالاخره لغزشی میکنیم، به قول حافظ جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبت دعوی بی گناهی. وقتی که آدم که پیامبر خدا بود اونم گناه کرد و به دلیل گناه از بهشت بیرون راندندش، وقتی که او مبتلا به گناه شد، ما که فرزندان او هستیم که نمیتونیم دعوی بی گناهی بکنیم و بگیم هیچ لغزشی در عمرمون نداشتیم. این چنین نیست. بارها هم براتون گفتم، به قول حافظ گفت دوش رفتم به در میکده خواب آلوده، خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده. آمد افسوس کنان مغ بچه باد فروش، گفت بیدار شو ای ره رو به خواب آلوده، پاک و صافی شو و از چاه طبیعت بدرا، که صفایی ندهد آب تراب آلوده. در اون بیت اول دو تا وصف برای آدمیان میکنه که فوق العاده حکیمان است و از نهایت دقت نظر این مرد حکایت میکنه. یکی این که میگرفتن به در میکده خوابالوده، ما ها خوابالوده ایم. خوابالوده این آدمی که نیمه هوشیاره، یعنی ما حقایق رو به طور کامل دریافت نمیکنیم. مثل یک کسی که چشماش نیم بازه، خودش هم نیمه هوشیاره. این قدر ما میفهمیم از این عالم، نه تمام واقعیت رو و عمق ماهیت اشیاء. دوم هم میگه چی؟ خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده. سجاده ما شراب آلوده است، یعنی ما قدری ناپاکیم، آلوده ایم، پاک 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 نیستیم. این وصف الحال همه ماست. بنابراین آره، ما خطا میکنیم، گناه میکنیم و مبتلا به لغزش میشیم. اینا رو بعد بیان بگیم. بحث ما اینه، نه اینکه آدم بیاد خلافش رو بگه، بگه من آدم پاکیم که اسمش ریا و دروغ بشه. نه، به فرض که من در یک جایی لغزیدم و سهوًا یا عمدن کار بدی کردم، دلیل نداره جار بزنم. و اگه شما هم فهمیدید که من در خلوت و در خفا کار بدی کردم، شما هم نباید جار بزنید، نباید این بدی من رو به روی من یا به روی دیگران بیارید. هیچ کدوم. ببینید یه آیه از قرآن براتون بخونم که در واقع فرمول کلی قضیه رو میگه. این آیه در سوره حج میگه لا یحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم. یادتون باشه یه فرمول بسیار عالی. خداوند دوست نداره که کسی بیاد کار بدی رو آشکار کند، هر کار بده باشه، مگر ظلم رو. اگر به شما ظلم شده، خب ظلم کار بدیه دیگه، شما حق دارین اینو بیان جار بزنید و آشکار کنید و به گوش همه برسونید که به من ظلم شده، فلانی به من ظلم کرده. کار زشتیست، اما این کار زشت شما حق دارید علنی بکنید. غیر از این دیگه نه. لا یحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم. فوق العاده مهمه، یعنی شخص مظلوم،
شخصی که تحت ستم قرار گرفته حق داره، بلکه تکلیف داره بیاد و این ستم رو علنی بکنه و مظلوم و ظالم رو رسوا بکنه و مردم رو حتی علیه او بشوراند و حق خودش رو، حق سلب شده خودش رو باز ستاند. پس بگیریم. اما از ظلم که بگذریم، حالا یک کسی در خلوت، در خفا هر کاری کرده، هر چی، نه خودش خوبه که بیاد بگه، چون اینم یه جور اشاعه فحشا میشه، اشاعه فساد میشه، ترویج فساد میشه، و نه من اگر تصادفاً مطلع شدم نباید به روش بیارم، نباید در مقابل دیگران بگم و نباید اینو یه آتو بکنم که یه روزی روزگاری بیام و چیکار کنم، اینو فاش بکنم و او رو در امپاس بگذارم. و از توابع همین امرم فضولیه، فضولی هم نباید کرد تو کار مردم که من برم کشف کنم، سر در بیارم که فلانی چی کار میکنه که باز اونو یه روزی بتونم علیه او به کار بگیرم. همه اینا به معنای واقعی شرعی حرامه، گناهه، گناهان بزرگ اینا، که چه شما فضولی بکنید تو کار کسی، چه برید کشف کنید که این چی کار میکنه تو خونش که هست یواشکی فلان، خب به ما چه. و بعدش هم بدتر از او بیاید به دیگران بگید، آبروی کسی رو ببرید یا کسی رو در چشم دیگران خار کنید و امثال اینا. اونی که من عرض کردم که به اصطلاح تجاهر به فسق نباید کرد، ببینید این سخن حافظ دیگه، میگه دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش. این در واقع در مقابل دو طایفه بود که در روزگار حافظ حاضر بودن و دو آفت اجتماعی رو با خودشون حمل میکردن. یکی مباهات به فسق بود، یعنی کار بد میکرد میومد و مباهات میکرد، افتخار میکرد که من این کار بد رو کردم، من این کارم، من مثلا شرابخورم، من فلان، حالا هر چه که در اون جامعه بد بود. دومم یه عده زهد فروشی میکردن، یعنی به خیال خودشون هیچ کار بدی نمیکردن، میومدن طلبکار بودن از دیگران که ما آدمای خوبی هستیم، شما حالا باید به ما احترام بذارید و جلوی ما خم بشید و نمیدونم در حق ما فلان خدمات رو انجام بدید. هر دوتاش غلطه. ملامتیان مباهات به فسق میکردن، زهد فروشان هم زهد فروشی میکردن. حافظ میگه من خط میانه رو به شما نشان میدم، دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش. به گناه افتخار نکن، گناه خودت رو فاش نکن و به دیگران نیاموز که این راه بد رو و راه غلط رو، بگو عیبی نداره، ببین من که کردم، تو هم بکنی هیچ آسمون زمین نمیاد. مثلا یاد نده به دیگران. دومم چی؟ زهد فروشی هم نکن، نه یا طلبکار بشو از مردم که من اهل طاعتم، من اهل نمازم، من اهل روزم، من 10 دفعه حج رفتم، من فلانم، پس حالا شما به من بدهکاری. چه بدهکاری؟ اگه شما طلبکاری برو از خدا طلبکاری کن، بلکه به خدا هم بدهکاری، چون اون به توفیق داده که این طاعتها رو انجام دادی. باری منظور این بود خلاصش، امیدوارم که روشن شده باشی. لذا ما فقط بنابر اون دستور بسیار روشن و صریح و اکید قرآنی، یک جا حق داریم یا تکلیف داریم که یک عمل زشت رو آشکار کنیم و علنی کنیم، اونم وقتیست که ظلمی صورت گرفته باشد، چه ظلم به دیگری چه ظلمی به خود من، فرق نمی کنه. این ظلم باید فاش بشه، نباید مخفی بمونه، باید دیگران بفهمن تا دیگری جرأت نکنه ظلم کنه و بعدم برن موچه اونی که ظلم میکنه بگیرن. لا یحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم. بقیهش نه دیگه. آدم اگر خودش دچار لغزشی شده بین خودش و خدا توبه میکنه و به کسی نمیگه، اگرم دیگری لغزیده که خب لغزیده، من حق ندارم اصلا دخالتی بکنم، فضولی کنم و راز کسی رو فاش بکنم. جان دوستی؟ بله بله بله، البته. اشتباه کنیم یکی کسی ظلم کرده باشه، این خودش بحث اخلاقی
اخلاقی نداره که تا چه حدی ما میتونیم اینو ببریم جلو و تا چه حدی میتونیم نمایان کنیم که یکی چه ظلمی کرده و کاری که در مقابل اون میکنیم. با اینکه حق اینو دارم، من نوعی کارم اخلاقی هست تا حدی. خب دیگه حالا اینو شما آخه به طور کلی نمیشه گفت، اینا باید مواردش رو دید. دقیقاً همینطوره، یعنی اینکه ظلم چی بوده و یه وقتا ممکنه شما مثلا در یه مراحلی تشخیص بدید که فرضاً سکوت تا یه جای بهتره و اگر نتیجه نگرفتید وارد او بشید. من یعنی ما اینجا دیگه تمام کل این فرمول رو اینجا بیان نکردیم، فقط من می‌خواستم بگم غیر از ظلم چیزی دیگه نباید فاش بشه، اما این که ظلمم باید فاش بشه اونم فرمولای خودش رو داره، شرایط خودش رو داره، در هر مورد و مصداقی باید سنجیده بشه و انسان ببینه که بهترین شیوه عمل کدامه. یه وقتی شما مثلا ظلم یک کسی رو فقط کافیست بیاد به من بگید مثلا و من بتونم قصه رو حل کنم به یه نفر، به دو نفر. یه وقتی مثلا میبینید نه، با یکی دو نفر قصه حل نمیشه، جور دیگه‌ای باید عمل کنید، یا شکایت بعد نزد فرض کنید مسئولین مربوطه ببرید. هم فاش کردنه دیگه، وقتی شما شکایت میبرید پیش کسی که فلان این ظلم رو من کرده، در واقع دارید قصه رو باز میکنید و فاش میکنید. برای در هر موردی باید سنجید که بهترین شیوه کار چیه. شما؟ بله بفرمید. من این پرنده ها که داشتن فریاد می زدن، سهه می زدن، یاد یکی از ابیات معروف مولانا افتادم که با اندکی تغییر می خونم. گفت سخنت خور فرشته است، تو اگر سخن نگویی ملکه گرسنه گوید که بگو خموش چرا. پرنده ها هم از این حرفا ظاهرن روزهی به وجد آمدن و فریاد می زنن. بسیار ممنونیم از شما. عرض کنم خدمتون دیشب و در ادامه مباحث خدا و جهان، شما فرمودید خدا یک کار بیشتر نمی کنه و اون خلق می کنه، و بعد گفتید به عنوان مثال اگر خداوند بخواد دستور بده و امر کنه، این کار رو به وسیله پیامبر خودش و یک انسان انجام بده. بعد از عقوبت گفتید، و سوال من این است که حالا با توجه به این مقدمه، وقتی خداوند بخواد عقوبت رو انجام بده، کسی رو به عقوبت برسونه، به چه وسیله این کار رو میکنه؟ وسیلهش عمل شخصه، یعنی شخص عملی که میکنه اون عمل وسیله عقوبت اوست، یعنی منتهی به عقوبت میشود، وسیله دیگری وجود نداره در اینجا. یعنی درست شبیه این که بگیم که خداوند اگر بخواد سنگی به زمین بیفته چی کار میکنه، میگه وسیله جاذبه است، کافیست که جاذبه‌ای باشه و لذا سنگی، حالا به مجاز میگیم، اون نیروی جاذبه در گوش سنگ بخواند که تو بیا پایین. عمل هم در واقع در گوش عالم میخواند که من رو به فلان نتیجه برسانید و منتهی بکنید. نتیجه گاهی تلخ است، گاهی هم شیرین است. مثالی هم که زدم این بود که شما متناسب با شخصیتی که دارید، متناسب با نوع زندگی که کرده اید، یا برخوردهایی که در طول روز داشتید، در شب یا خوابهای شیرین میبینید یا خوابهای خیلی وحشتناک و تلخ. این در حقیقت همین خود شمایید که این خواب شیرین رو خلق کردید، خود شمایید که این خواب تلخ رو خلق کردید، کس دیگری نیست، مولدش، خالقش خود شما اید. یعنی اون تلخی ها و اون رنج ها یا کدورت ها که بر روح شما نشسته، در خواب خودش رو به صورت یه دیو وحشتناکی یا به صورت مار و عقرب نشون میده. خب مولانا هم همینو میگه، میگه این سخن های چون مار و عقربت، مار و عقرب گردد و گیرد دومت. اینجا که تو این دنیا مثل ما رو عقرب زبونت مردم رو میگزه و نیش میزنه، همین عمل نیش زدن تو در اون عالم به صورت ما رو عقرب در میاد و خودتو نیش میزنه. یعنی دقیقا میخواد بگه که مولد این نتیجه یا مولد اون خواب خود ما هستیم، کس دیگری نیست. من در طول روز هر چی رو که کسب کردم و رفته و در جان من نشسته، این همراه منه. میخوابم، این یا تولید خوابهای خیلی عالی و شیرین میکنه،
یا خوابهای بسیار وحشتناک که همه ما تجربهشو داریم، از هیچ جای دیگه هم نمیاد، از همین درون وجود ما میجوشه و میاد. و اون خواب اگر ادامه پیدا بکنه مثل میمونه که ما یه عمری تو جهنمیم، اگه اون خواب شیرین ادامه پیدا بکنه مثل میمونه که ما یه عمری تو بهشت. مولدش خود ماییم و وسیلش همین وجود ما و عمل ما و مکانیزمی است که در روان ماست که چگونه چیزی رو در خواب بدل به چیز دیگری میکنه یا در یه عالم دیگری به شکل و صورت دیگری در میاره. اونا نیستش، نه خیر، دنیای عمل نیست، دنیای دیگه، فقط دنیای همین نتایج عمله. بله. فکر می‌کنم یه مقدار سردرگمی یا کانفیوژن از اینجا برمی‌خیزه که شما سوالتون با پاسختون یک کمی فاصله می‌گیره. شما پرسیدید آیا روزه نگرفتن گناهه؟ بعد پاسخی که دادید این بود که پوشیده و پنهان روزه نگرفتن بهتر از آشکارا روزه نگرفتن. این سوال و پاسخ ممکنه این توهم رو پیش بیاره که پس روزه نگرفتن عیبی نداره. شاید یه مقدار کانفیوژن از اینجا بر بخیزه. به هر حال یک پاسخ نسبت شما پاسخ دادیم در نهایت توضیحات انتهاییتون، ولی به هر حال وقتی کسی روزه نمیگیره هرچی هم که ما تقسیم کنیم گناه شرعی، گناه اخلاقی، گناه اتفاق افتاده. لذا در جایگاه یک دیندار آیا ما میتونیم صراحتاً بگیم روزه بگیر و روزه نگرفتن گناه نقطه سرخن، چه پنهان چه آشکار؟ شاید سردرگمی از این برمی‌خیزه. من خودم هم صبحم اتفاقاً با خانم صحبت میکردیم که اینجای صحبت شما یه مقدار شاید سردرگمی آور باشه. اصلا چرا روزه نگرفتن گناه؟ خب اون سردیجی هم بخدا؟ بله دیگه، این که همه شماست. به حال توضیح شما کافی بود دیگه، یعنی من فکر میکنم من نظرم همین بود. بله، یعنی در واقع آشکار کردن یک گناه، گناه دوم است، نه اینکه گناه شدیدتر میشه، گناه دوم است. یه گناه بعد آشکار کردنش، علنی کردنش گناه دیگری است. بله، و بنابراین حالا از اون دومی باید پرهیز کرد. حالا اگر کسی مبتلا به اولی شده دست کم این رو چیز نکنه. بله، خیش را کامل ندیدن خود کمال دیگر است. بنابراین گناه و علنی نکردن کسی در زندگی خصوصی کسی نباید مداخله کنه. به نظر شما امر به معروف و نهی از منکر هم فضولی نیست؟ نه ابدا، اتفاقا در امر معروف و نهی از منکر این نکته است که همیشه گفته می شود، در فقه همین گفته میشه که اساسا به کارهای نهانی کسی نباید کار داشته باشن و سر در خانه کسی و امور داخلی کسی نباید بکشن. اینکه مثلا این جزو شروط اولیه امر معروف و نهی از منکر است. امر معروف نهی از منکر این در کارهای پابلیک، یعنی اینکه کسی مثلا کار خلافی داره میکنه شما راهنماییش بکنید. راهنمایی چیز بدی نیست، مادامی که شروطش برقرار باشه. خب یه کسی ممکنه نمیدونه یه کاری بده. شما مثلا فرض کنید که دوستتون اگر در یه مجلسی نشسته، آداب نشستن در اون مجلس رو نمیدانه، ممکنه بالاخره به یه زبان خوبی، به زبان نرمی بهش حالی کنید که فقط روش درست اینه، اونجوری عمل نکن. این یعنی امر معروف دیگه، یعنی خیلی چیز عجیب و غریبی نیست. راهنمایی میکند آدمی دیگری رو، اونم در مسائل عمومی، اونم با زبان نرم، که روش ناصحیح رو کنار بگذاره و روش درست رو در پیش بگیره. و بله، من میدونم البته یه عده‌ای هستن که اینا رو خیلی آلوده میکنن، به شیوه های نادرست میآمیزن، یا تحکم میکنن، یا عبوسی به خرج میدهن، یا نابجا اون رو خرج میکنن. حتی ببینید در احکام فقهی هست که اگر در یه مسئله‌ای سه تا فتوای فقهی وجود داره،
اگر شما دیدید که کسی که داره انجام میده موافق فتوایی نیست که شما قبول دارید، اما موافق فتوای یک فقیه دیگر است، شما دیگه نباید اینجا امر معروف بکنید. میگه بالاخره به یک احتمال این کار درسته و همینقدر که اون احتمال درسته در باره اون میدید دیگه کافیه. در مواردی این کارها جایزه که اولا شخص علم داشته باشه، این رو هم گفتن که شخصی که امر معروف میکنه باید دانا باشه، باید آگاه به مسائل باشه، نه همینطور افواهی و عوامی یه چیزی شنیده باشه و به خیال خودش مثلا داره عبادت میکنه، داره فرمان خدا رو میبره، نه اینطورا نیست، باید دقیقا بداند مسئله از چه قراره. بعدم البته با شرایطش همطور که گفتم، خدا وقتی موسی رو هم دست شما در نه موسی رو میفرستاد پیش فرعون، تو قرآن هست قولا له قولا لینا، به زبان نرم باهاش صحبت بکنید، این رو به اونها میگفت و شرایط دیگری که وجود داره. امر معروف مال اینجا هاست و جزئیاتی داره که یا مثلا یکی از جزئیات، یکی از شرایطی که شما احتمال تأثیر بدید. اگه شما بدونی یه آدمیست که اصلا بر شما گوش نمیده، اصلا نباید به طرفش برید، نباید وقت خودتون رو ضایع بکنید، یا یه کسیست که به جای اینکه گوش بده برمیگرده به شما اهانت میکنه، یا چیزهایی از این قبیل، همه اینا رو اتفاقا نوشتن. منتها خب بعضیا دیگه تو جامعه ما متاسفانه، این یه کتابی هست مال آقای مایکل کوک. مایکل کوک یک پروفسور دانشگاه پرینستونه، خیلی آدم مهمیه، اسلام شناس هم هست و به دلیل این آخرین کتابی که نوشت که سابقا راجع به امر معروف نهی از منکره، 1.5 میلیون دلار جایزه گرفت از دانشگاه پرینستون. دیدمش من ایشونو وقتی من در دانشگاه پرینستون بودم. میدونید کتاب امر معروف و نهی از منکرش رو، خیلی کتاب پرباریه، خیلی فوق العاده، از دیدگاه مورخ نوشته، یعنی مسلمان است، enjoying good and preventing bad، همچی چیز از میشود که از دیدگاهی خودش اتفاقا یه آدمی است که اگر ضد اسلام نباشه دست کم هیچ همدلی با اندیشه های دینی و اسلامی نداره. مدتی هم همسر خانم پاتریشیا کرون بود که همین چند روز پیش فوت کرد، عمرشو داد به شما، اونم همینطور یک اسلام شناس خیلی قوی بود در دانشگاه پرینستون. کتابش با این داستان شروع میشه اتفاقا که در یکی از ایستگاه‌های نمیدونم کجا در آمریکا، ایستگاه‌های متروی زیرزمینی، مردم که وارد می‌شدن یه مرتبه مواجهه با یه صحنه بسیار بدی شده بودن و اون که یه مرد قلدری همونجا جلوی دیگر دختری رو گرفته بود تجاوز می‌کرد. مردمم میومدن و بی‌اعتنا رد می‌شدن می‌رفتن. کسی نمی‌گفت بده، نمی‌گفت خوبه، نه هیچی، روشون رو می‌کردن اونور. بعد این با این شروع کرده که آیا ما حق داریم در اینجا چیزی بگیم؟ حق داریم بریم جلوی طرف رو بگیریم؟ وایسیم تا پلیس بیاد؟ بی‌اعتنایی کامل در اینجا آیا رواست یا روا نیست؟ توجه میکنید؟ حالا این البته یه پارادایم کیس، یعنی کیس خیلی عجیبه. من وقتی میخوندم تعجب کردم، یه کیس خیلی عجیبیه. ولی به طور کلی سوالی رو که او مطرح میکنه همینه که بی‌اعتنایی به رفتار دیگران تا کجا؟ این سوال اینه. رفتار دیگران در تمام موارد آیا میشه گفت به من مربوط نیست؟ یا یه جایی مربوطه؟ بالاخره ما هم یه عضوی از اجتماعیم دیگه. اون کسی هم که داره یه کار خلافی میکنه عضوی از اجتماعه. تا کجا من میتونم بگم به من چه رومو میکنم اون بر؟ از یه جایی به بعد ما یادمون میفته که ما همه سواری قایقیم و یکی داره این قایق رو سوراخ میکنه و یکی داره این قایق رو سوراخ میکنه. این اتفاقا یکی از تمثیلاتی است که از پیامبر اسلام رسیده که همه مردم سوار یک قایقند و اگر ببینن که یکی داره قایق رو سوراخ میکنه باید جلو دستش رو بگیرن، ولی دیر یا زود قایق رو آب ور میداره، همه غرق میشن. ببینید اینجوریه. ممکنه شما بگید یک کسی نشسته اون کنار برای خودش داره یه آوازی میخونه، به من ربطی نداره، ولی واقعا اگر به سوراخ کردن قایق اجتماع بیانجامه وقت مسئولیت تولید میکنه. در قبال این مسئولیت خب عملی باید کرد. یه عمل اسمش امر به معروف نهی از منکره.
و بر حسب کاری که کار تخریبی که اون شخص مجرم میکنه این مسئولیت شدیدتره و عمل پریونتیو ما هم باید البته قوی تر باشه. بله شما در فرماشات اخیرتون اشارات داشتید به لزوم در واقع شاید بیشتر از گذشته به لزوم عمل به ظواهر دین و در واقع اون بها دادن به بُعد هویتی دین. من فکر میکنم شاید مثلا بد نباشه چون حالا جمع هم خصوصی تر هست اگر که شما توجیهاتی که برای خودتون بوده و فکر میکنم به درد جمع بخوره و مخصوصا حالا نسل جدید که شاید به نحوی خیلی تجربه گرا هست و دوست نداره که دستوراتی رو در قالب حالا دین یه جور مقلد باشه و شاید مثلا بخواد تجربیات مختلفی رو امتحان کنه، چه توجیهی هست که یه نحوه خاصی از زندگی رو حالا در قالب دین ورزی وقتی دینش رو انتخاب کرد دستوراتش رو هم در قالب شرایط و اون دستورات دین اونها رو هم بهش عمل بکنه؟ شاید بعد نباشه اگر که مقلد باشه در این مورد مثال بزنید که من به منظورتون مثلا نماز خوندن کسی هست میگه خب من اسلام رو قبول دارم، دین رو هم قبول دارم، به خدا هم اعتقاد دارم، ولی الان من احساس میکنم به جای نماز خوندن شاید با مدیتیشن به اون چیزی که باید برسم، چرا من باید بیام تقلید کنم از کسی که اون هم تقلید صرف که دو رکعت باشه، سه رکعت، سه رکعت باشه، چجوری باشه، کسی که بشه خود رو فرمون. یه جوابی که خودتون دادید این بود که خب این برخه تجربه نبنده و میگم شاید سوال به این نحو مطرح بشه که خب دنبال گذشته بوده، شاید اگر پیغمبر امروز بود لزوماً این تجربه رو نداشت، چرا من خودم نیام نحوه رسیدن خواسته رو خودم به اختراع و اکرا بکنم و یا تجربیات دیگر هستم؟ خب ببینید این فرمایش شما به قول اینا boils down تو این که ما بگیم چرا ما باید دیندار باشیم، اون یه بحث دیگریه. یا کسی بگه بودت من چرا باید مسلمان باشم، شاید دین بهتری وجود داشته باشه، شاید آیین کاملتری وجود داشته باشه، من برم شیوه های اونها رو در پیش بگیرم و عمل کنم. یه سوال خیلی کلانه و در حقیقت حرفی که من میزنم و میزدم برای کسانی بود که میخوان در دایره مسلمانی بمانن، این طریقه رو برای خودشون برگزیدن و راهنما و پیشوای خودشون رو پیغمبر اسلام گرفتن، وقت در اون صورت تکلیفشون تا حدود زیادی معینه که خب تجربه های اون بزرگوار برای اینا الگو میشه و اینا باید از همون راه برن و خیلی هم آن سیف سایدن، برای اینکه این تجربه‌ای بوده که صورت گرفته، جواب داده و به هر حال به منزله یکی از طرق موفق در تاریخ باقی مونده. حالا اگر کسی معتقد باشه که شیوه های دیگر هم هست یا میتواند باشد، چرا اونا را ترای نکنیم؟ قبلت هم ترای، یعنی این مسئله نیستش که ما با کسی بخوایم درفتیم، یعنی در واقع معناش اینه که من چرا دین دیگری نداشته باشم. اگر حجتی داره، اگر دلیلی داره، اگر عقلانیت و معقولیتی در این کار هست که یه شیوه دیگه ای که به همین اندازه آزموده شده باشه، به همین اندازه سیف باشه پیدا کنه، خیلی خوب، عیبی نداره، میره دیگه. کمان که کسانی دیگری هم هستن که از طرق دیگری وارد سلوک معنوی میشه، ولی یادمون باشه که بالاخره هر مجموعه ای که پدید میاد تو این عالم یک جوانب هویتی داره که این جوانب هویتی تا حدود زیادی باید از طریق تقلید منتقل بشه، یعنی به خودی خود عقلانیتی نداره، عقلانیتش در به اصطلاح مستحکم نگه داشتن حصار اون هویت است، بیشتر از این نیست. هر مجموعه همینطوره دیگه و هیچ وقت یکی بهتر از دیگری از این حیث نیست، از حیث عمق معنایی که داره اینا تفاوت پیدا میکنن، یعنی عرضیات اونقدرها قابل سنجش و قیاس با یکدیگر نیستن، ذاتیاته که اینها را از هم تفاوت قوی میبخشه و اونجاست که باید ما بیشتر سرمایه گذاری بکنیم.
بله، برای کسی که میخواد در داخل اون هویت بمانه و عضوی از این مجموعه باشه، یه رشته به هر حال شرایط وجود داره که اینا رو باید مراعات بکنه. در غیر این صورت میتونه کاملا آیین خودش رو عوض کنه. اما در این حال اینم هست که شما حتی در دل یه آیینی مثل اسلام، همطوری که من همه جا نوشتم، اون چی که آمده اقل کاراییست که میتونید بکنید، نه اکثرش. حد اکثر ممکن نیست، حد اقل لازمه. یعنی اینطوری نیستش که اگر شما باید نماز بخونید مدیتیشن نباید بکنید، اینطوری نیست. اشکالی نداره که شما پاره ای از این شیوه ها رو از آیین های دیگر هم بیاموزید. من مثالم همیشه مولاناست که خب این در واقع سماع و موسیقی رو به عبادات افزود. توجه میکنید این یه کار مهمی بود؟ ما به این توجه نمی کنیم. ما فکر میکنیم فقط این چون موسیقی و شعر و سماع و اینا و چیزای خوشمزه‌ای بود و لذیذ بود و مولانا دوست داشت اینا رو پیش گرفت و عمل کرد، خب این درسته، ولی خیلی چیز بیش از این بود. در واقع مولانا یه عبادت تازه‌ای رو معرفی کرد که اسمشو میشه گفت بدعتی گذاشت. محی‌الدین عربی در کتاب فتوحات مکیه یه سوال خوبی رو مطرح کرده. اونجا میگه آیا ما حق داریم بدعت بگذاریم در عبادات؟ خودش میگه که در یک حد محدودی ما میتونیم این کار رو بکنیم. ما میتونیم چند تا از مستحباتی رو که اینجا و اونجا در شرع گفته شده اینا رو جمع کنیم، کنار هم بذاریم، از توی اینا یه عمل تازه در بیاریم. هر کدومش به تنهایی گفته شده و توصیه شده، ولی ما از رو اینا یه ساختمون میسازیم. یعنی گویی که خشتا و آجراش هست اما ساختمانش نیست، ما میسازیم. میگه در این حد ما مجازیم که به اصطلاح بدعتی در عبادات بگذاریم. ولی همدوره این بزرگوار، این مولانا، پاشو فراتر گذاشته. که در احوالش نوشتن وقتی در سماع بود اومدن گفتن آقا داره نماز قضا میشه، گفت ما در نمازیم. خب این معناش اینه. یا وقتی که آمدن به بوسعید بلخیر گفتن که آقا این چون سماع رو او در واقع باب کرد، گفتن آقا این سماع که شما میکنی این کجای قرآنه؟ گفت توی جزء 31. خب یعنی در حقیقت میخواست بگیم من بدعت گذاشتم، منتها این بدعتی نیست که منافات با غرض شارع داشته باشه. بنابراین اینطوری نیستش که حالا اگر گفتن که شما نماز بخون یعنی کارهای دیگه نکن. توجه میکنید مادامی که اونا حرمتی یعنی رد اشاره نباشه، یعنی به طور کامل او رو نفی نکرده باشه، ریجکت نکرده باشه، شما میتونید به اونا هم عمل بکنید و یعنی میتونید منظورم از بزرگان بیاموزید. این هم بالاخره بدعت گذاری ها هم باز کار کسانی است که میشناسن شریعت رو، یعنی کوچه‌هاشو میدونن. درست شبیه حیله های شرعی میمونه. شما اگه بخوای حیله شرعی بکنی باید یه فقیه خوب باشی که کاملا موازین فقهی دستت باشه تا بتونی از یه کوچه بپیچی توی کوچه دیگه و همچنان هم بگی که در دایره شرع قرار داری. اونجا هم همینطوره. حالا غرض من این است که اکثری نگاه نکنید، حتی آیین و عباداتی که در شرع اومده حد اقل لازمه، نه حد اکثر ممکن. لذا بر اونها میشه افسود. یه مسلمان میتونه مدیتیشن بکنه، میتونه خیلی کارهای دیگه بکنه و هیچ لطمه ای هم به کار او نمیگذنه. واجب نشده البته. دکتر بخشید، شما یه در سخنرانی دیشب تمایزی قائل شدیم بین شر و اخلاق. حالا ما خواستم ببینم که اصلا اینا رابطه ای داره با هم دیگه، یعنی رابطه‌شون چیه و ما چه جوری میتونیم تمیز بدیم که یک حکم شرعی اخلاقی هست یا اخلاقی نیست؟ بله، این سوال خیلی مهمیه. من تو نوشته هم اینو دنبال کردم و همیشه هم گفتم یکی از کارهای مهم روشنفکری دینی این استش که دین رو اخلاقی بکنه. یعنی اگر احیانا منافاتی و معارضه‌ای در پاره از موارد پدید آمد، به نفع اخلاق حکم بده و فقه رو بله یعنی فدای اخلاق بکنه. چون ببینید فقه میتونه یه وقتا به جاهایی برسه که آدم
اون رو بیابد که غیر اخلاقی است. حالا ممکنه یه وقتایی تشخیص داده نمی‌شده، ولی امروز همینطور. ببینین، من مثال خیلی ساده براتون بزنم. سالها بلکه قرنها مردها حق داشتن که یک طرفه همسرانشون رو طلاق بدن، درسته؟ و این کاری میکردن، چه در میان اهل سنت و چه در میان شیعیان. حتی مرد غایبانه زن رو طلاق میداد، یعنی فرض کنی در سفر بود و پیغام میفرستاد برای همسرش که من طلاقت دادم، بشو برو. یعنی دو تا شاهد میگیره. بله، خب این جزو احکام فقهی بود، خیلی هم روا بود. یعنی روا بود به معنا که میکردن دیگه، این کارو میکردن، میگفتن شرعیه و هیچ اشکالی هم نداره و واقعا هم اگر مرد این کارو میکرد دیگه خب زن جدا میشد و میرفت، یعنی دیگه حق و حقوقی نداشت. خب ملاحظه بکنید، این کار انجام میشد، فقیهان هم به این فتوا میدادن، اما همون فقیهانی هم که به این فتوا میدادن همیشه میگفتن بهتر است که مثلا مردان این کارو نکنن، بهتر است که بیان چند تا ریش سفید مثلا جمع بشه، چنین چنان. ولی نهایتا اون عمل فقهی رو نافذ میدانستن، این اگر کسی انجام میداد دیگه نمیتونستن مقاومت کنن و بگن که نه ایشون همچنان همسر شما هست، نه دیگه واقعا تموم میشد، جدا میشد. امروز شما ببینید تو خود جمهوری اسلامی دیگه این کار رو روا نمیدانن، در حقیقت از آن کرده اند به این که این میتونه متضمن خیلی چیزهای یعنی حوادث غیر اخلاقی باشه، ظلم بشه به کسی، اونم توی این روزگار که به هر حال شرایط زندگی خیلی فرق کرده با گذشته. به همین دلیل آمدن و یه حکمی رو که البته در قرآن بوده ولی این رو حکم مستحب میدانستن، در واقع واجبش کردن. تو قرآن هست که ان خفتم شقاق بینهما، صریحا تو سوره نساء این آیه، اگر خائفید که بین زن و شوهر جدایی بیفتد، فاسو حکما من اهله و حکما من اهلها ان یرید اصلاحا یوفق الله بینهما. این آیه قرآن، یک داور از قوم زن و یک داور از قوم مرد انتخاب کنید، این دوتا با هم بنشینند و درباره سرنوشت این زن و مرد اونها داوری کنن و به نتیجه برسن. این تو قرآنه. خیلی کمتر به این حکم عمل میشد، یعنی فقیهان میگفتن یه امر استحبابی، شد نشد. امروز در واقع جمهوری اسلامی رو واجب کرده، برای اینکه از یک بی‌عدالتی و بی اخلاقی جلوگیری بکنه که یک داوری از این سو انتخاب بشه، داوری از اون سو انتخاب بشه و بالاخره امر جدایی که گاهی ناگزیر میشه توأم با بی عدالتی نباشه و اینجوری نباشه کسی یهو یه روز هوسش کشید همینطوری بره و همسرش رو طلاق بده. پس ببینید احکام فقهی میتونن یه وقتا متضمن بی اخلاقی باشن. حالا بعضیاش هست که خیلی آشکارا اینطورین، همین فتاوایی که اخیراً دیدین دیگه، باهتو که مباهته، یعنی شما حق دارید به کسی که فکر میکنین دشمن دینه بهتان بزنید. مطلبی بود که من در برش نوشتم، آیت الله مومن که جزو شورای نگهبانه، ایشون صریحاً تو کتاباش نوشته که این کار میشه کرد، صریحاً نوشته میشه به اینها تهمت زنا زد، یعنی به اینا میشه گفت آقا شما روابط نامشروع با این اون داشتید و اینجوری بدنامشون کنید، آلودهشون کنید که مردم از دورشون پراکنده بشن و نتونن خسارتی به دین وارد کنن. خب این اسمش میشه مباهته. یه روایتی هم نقل میکنن که مثلا در روایت گفته شده از چنین و چنان. خب این آشکارا غیر اخلاقی است دیگه. ببینید من این رو همیشه گفتم در مورد آقای خمینی، یک بار وقتی که گفت مصدق مسلمان نبود، به گمان من از همین روایت استفاده کرد، میدونست مصدق مسلمان بود. وقتی ما ازش دلیلش رو پرسیدیم گفت برای اینکه ایشون نمیدونست نماز عصر چند رکعت. خب الان شما ندونی نماز عصر چند رکعت واقعا کافر میشین. ولی همین بود. حالا ببینید اینا غیر اخلاقی و آره، هر جا که چنین تعارضی رخ میده ما بدون تردید باید جانب اخلاق رو بگیریم. ولذا فقیهان ما که اینقدر به روایات فقهی اهمیت میدن، یعنی اصلا تبدیل به یک متدولوژی میشه، چون فقیهان ما وقتی که به روایات فقهی مراجعه میکنن دنبال سندش میگردن، ببینن این سند چقدر قویه و حدیث چقدر صحیحه و موثق است.
یه ملاک دیگه وجود داره و اون که غیر اخلاقی نباشه به این نگاه نمیکنن. میگن آما روایت داریم میشه بهتان زد، فکر نمیکنی یا آقا روایت داریم یا نداریم. خود این که این کار خلاف اخلاقه یک سند قوی بر علیه این روایته و شاهد ضعف این روایته که نباید عمل کرد، به این نگاه نمیکنن. لذا بله، به نظر من یکی از چیزایی که خیلی مقفول واقع شده همینه. ما دیگه نمیتونیم، یعنی الان دوره‌ای نیست که انسان بدون داشتن یه فلسفه یه اخلاق مدون و روشن پا در وادی حقوق بگذاره. اینا دوتا خیلی آمیختن و باید از اینا خیلی محافظت کرد که یکی دیگری رو، مخصوصا فقه، اخلاق رو منکوب نکنه. من برای خودم همجور که میدونین تو مسیحیت اسم خدا رو میگن این بین بودن، بی خودی بودن، گناه است. خیلی به این عقیده دارم. خدا خانم من هر از من میبینه دعایی میکنم، جایی وارد میشم، یه کاری میخوام کنم، غذایی میخوام بخورم، بسم الله که میگم، میگه اسم خدا رو این بین بوده. من واقعا نمیدونم کجا این بین بوده، کجا بیهوده اسم خدا بودنه، کجا با بوده بودن. پدر من همیشه غذایی که میخورد بسم الله، هر کاری که وارد میخواد بشه بسم الله بود. و دعایی که ما میکنیم میگم مثلا 7 بار بسم الله بگو بر قرآن. من مطمئن نیستم که الان واقعا بیهوده بودن و با بوده بودن این کجا از فصل نیست. والا البته خدا رو نامش رو بیهوده نباید برد، یعنی ادب مقام رو باید رعایت کرد، این شکی نیست. ولی از اون ور سبک زندگی دینی گاهی الزام میکنه که ما به یکدیگر یادآوری کنیم که در حضور خداوند زندگی میکنیم. زندگی سکولار در واقع خدا رو از زندگی بیرون میکنه و نامش رو هم بیرون میکنه. الان شما ببینید، قبل از اینجا با یکی از دوستان صحبت میکردیم، ما وقتی که جدا میشیم از هم میگیم خدا حافظ. الان اینجاها شده میگن تیک کر، یعنی خودت حافظ خودت باش. در واقع اسم خدا رو حذف کردن، خودت حافظ خودت باش، به جای اینکه بگیم مثلا خدا تیکس کیر آف یو. حتی ببینید از آخرین علائم حضور خدا در این جامعه غربی تاریخ میلادی بود، ایدی آنو دومینی، یعنی سالیان ربوبی، برای اینکه عیسی رب دیگه، خداوند است. دومینوس یعنی صاحب، رب صاحب خانه به لاتین دیگه، یا آنو دی سالیان ربوبی. در واقع ایدی وقتی که شما میذارید به معنای سال میلادی، یک سمبول دینیه این که تاریخ از تولد عیسی آغاز شده، عیسی هم خداست، رب دومینوس، و لذا ایدی. الان دیگه کم کم اینو برداشتن، سی ای میذارن، کامن ای را، یعنی دیگه آنو دی هم از بین رفت دیگه، شد کامن ای را. یا گاد که گاهی میگن گاش، دیگه نمیخوان کلمه گادو بگن، گاش میگن. اینا خورده خورده اوید کردنه و بیرون کردن خدا و حتی نام خدا از صحنه اجتماع است که اصلا یادآوری نشه. البته آمریکا وضعش هنوز از اروپا خیلی بهتره، یعنی شما تو قطار، تو اتوبوس، تو جا از خیابون هر یه عدسهی بکنی، یه گاد بلسیو این ور اونور میشنوی. ولی اینجاها اون گاد بلس هم دیگه کسی نمیگه. توجه شما بله؟ نفهمیدم. پرزیدنتش آخونده امریکا. نه، این قصه مال اوباما نیست، از خیلی قبله. اوباما که سازنده جامعه آمریکا نیست، او خودش هم یکی از پیروان اینه. بله، عرض می شود که یعنی جامعه آمریکا، خب البته 70 چند درصد اصلا چرچ گوهر داره، معتقده به خدا. منظورم اینه که رفته رفته توی جامعه غربی به لطائف الهیال، به بهانه های مختلف خدا رو بیرون نهادند و نامش رو هم کم کم حذف کردند که دیگه چیزی اونها رو یاد خدا نمی دازه. در جامعه دینی این خوبه که آدم، ولو اینکه ظاهری هم باشه، گاهی نام خدا رو بر زبان بیاره. همین که ما میگیم خدا حافظ مثلا، یا خدا کمکت کنه، یا چنین کنه چنان کنه، ولو اینکه معنای خیلی روشنی هم ازش اراده نکنیم،
و افاده نکنیم این مقدار تأثیر رو داره. ولی اینم از همون چیزاییست که افراط درش مثل افراط در هر چیز دیگه مضره. و به هر حال به قول مولانا بگیر دامن لطفش که ناگهان بگریزد ولی مکش تو چو تیرش که از کمان بگریزد. بالاخره به اندازه بکش. اینم برای اینکه مولانا خونده باشیم بذارید غزلشو بخونم دیگه براتون. بگیر دامن لطفش که ناگهان بگریزد ولی مکش تو چو تیرش که از کمان بگریزد. چه نقش ها که ببازد چه حیله ها که بسازد به نقش حاضر باشد زراح جان بگریزد. بر آسمانش بجویی چو مه در آب بتابد به آب چون که درآیی به آسمان بگریزد. در واقع خدا رو از قضا داره میگه، میگه هر جا دنبالش میری در میره، میره یه جای دیگر. یعنی اینجوری نیست که به چنگ شما بیاد. گریز پاس گریز پای چو بادم ز عشق گل، نگلی که ز بیم باد خزانی ز بوستان بگریزد. خب اینه دیگه، یعنی اونجا هم باید اندازه نگه داشت. همچنان که از دوستانمون ما وقتی یاد میکنیم اگه زیادم هی بگیم و بگیم دیگه دستمالی میشه، مزهش از بین میره. از اون ور شما در یهودیت خوب میدونید رقبن اسم خدا رو نباید برد، اصلا نباید برد. یعنی انقدر مقدس است که به دهان و زبان نباید آلوده بشه. شبیه همون چه که از مجنون نقل شده دیگه، در اشعار مجنون هست: رعی یا که بسم العامریت اننی اخاف علیها من فم المتکلمی. اسم لیلا رو نبرید چون دهانتون این نام رو آلوده میکنه. دلش میخواست اینقدر پاک بمونه حتی نامش رو نبرن. یهوه که خب اسم خداونده نمیبرند مثل یهودیان متدین، حتی تو کتاب ها مینویسن، ولی وقتی که میرسن میگن هاشم. هاشم به عبری یعنی this name، ها به عبری یعنی همین، شم همو اسمه، هاشم یعنی میگن این اسم، نمیگن خدا، نمیگن یهوه. اون نباید اون رو تلفظ بکنن. ماها یه وقتا البته زیادی این کار رو میکنیم که خب اونم باید البته علاج بشه دیگه. ولی حقیقت این است که آدمی هرچی خدا رو بیشتر حس میکنه و حضورش رو، بردن نامش سختتر و سنگینتر میشه. بله. جالب آقای دکتر که در اخبار جدیدن من شنیدم که داعش حتی چند نفر رو به عنوان بیهوده بردن اسم خداوند گردن زده. واقعا ما والا اینو دیگه نشنیده بودیم. ولی من ببینید همیشه گفتم مولوی هیچ یک از کتابها و دفترهای مثنوی رو با نام خدا آغاز نکرده، در حالی که شما سعدی رو ببینید، نظامی رو ببینید، فلان اینا، جامی اینا، همه کتاب‌هاشون رو با تعداد زیادی ابیات در وصف باری تعالی آغاز میکنن. این به دلیل اولا حضور بسیار قوی و غنی خدا نزد مولانا بوده، حاجت نمی‌دیدی که اسمشو ببره. مثل اینکه شما الان تشریف دارید، من که هی اسم شما رو نمیارم دیگه، با شما صحبت میکنم دیگه. دومم این که آره، یعنی این نام رو بردن هیبتی داره که گاهی چنان آدمی رو فرا میگیره که به راحتی از اون نمیتونست. من واقعا خودم یه وقتا وقتی کسی حرفی میزنه در باب خدا که گاهی به نظر من خیلی دور از برحال ادب مقامه، خیلی تعجب میکنم، یعنی خیلی تحت تاثیر قرار میگیرم. من اثر خیلی سوئی میگذاره اون چنان یاد میشه. وقتی آدم حس کنه کسی، ولو خیلی به خودش نزدیکه، خدا از همه چی به ما نزدیکتره، ولی خیلی هم عزیزه و این موجود عزیز رو نمیشه همینطوری نامش رو بیادبانه بدون شروط لازم بر زبان آورد. حالا به خاطر اینکه فرمایش ایشون هم رعایت شده، باز ابیاتی که مولانا راجع به خداوند سروده بخشش رو میخوانم و دیگه جلسه رو به پایان میبریم دیگه. گفت که ما همه شیران ولی شیر علم، حملمان از باد باشد دم بدم. حملمان پیدا و ناپیداست باد، جان فدای اون که ناپیداست باد. باد ما و بود ما از داد توست، هستی ما جمله از ایجاد توست. لذت هستی نمودی نیست را،
عاشق خود کرده بودی نیست را، لذت انعام خود را وا مگیر، نقل و باده و جام خود را وا مگیر. ور بگیری کیت جستجو کند، نقش با نقاش چون نیرو کند. نقش باشد پیش نقاش و قلم، عاجز و بسته چو کودک در شکم. این نجبر، این معنی جباری است، ذکر جباری برای زاری است. گرز جبرش آگهی زاریت کو، جنبش زنجیر جباریت کو. بسته در زنجیر شادی چون کند، چوب اشکست امادی چون کند. که گرفتار بلا شادی کند، که اسیر حبس آزادی کند. بر تو میبینی که پایت بسته اند، بر تو سرهنگان شه بنشسته اند. پس تو سرهنگی مکن با عاجزان، زان که ربوت راه و رسم عاجز آن. لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد، وان که عاشق نیست حبس جبر کرد. ور بود این جبر، جبر آمه نیست، جبر اون اماره خود کامه نیست. جبر را ایشان شناسنده پسر، که خدا بنهادشان در دل بسر. بر تو دیوار است و بر ایشان در است، بر تو سنگ و بر عزیزان گوهر است. خب متشکریم از همه شما، الحمدلله و السلام علیکم و رحمت الله. جان متشکریم.